خب بیندای گرامی، صحبت بعدی ما مسئله مزار شریف است. دیروز ما صحبت هایی کردیم و عرف های با هموطنان خود داشتیم، تعداد صفحات فیسبوک اجتماعی را که منتخب کردیم، تعداد واقعا احساساتی و به اساس عموم عقده ها و کمبودی هایی که در خود دارن مسائل بررسی کردن و حرف های نوشتن، ولی بیشتر حرف ها بنیادی نبود، فقط امو احساسات بود که مردم از خود نشان دادن در صفحات اجتماعی. ولی امروز دیروز اگر یاد دارم باشه، ما گفتیم که فردا وزیر داخله شاید با امرای وزیر داخله به مزار شریف برن و اینا امروز رفتن ملاقات های با آقای ساقر گذر داشتن و با آقای عطا محمد نور داشتن و روی مشکلات اینا صحبت هایی کردن تا جنجال ها بخوابن. البته به اساس گزارش ها والی سابق بلخ آقای عطا محمد نور در این دیدار اقدام اخیر حکومت در مزار شریف حمله و تجاوز بالای مردم بلخ خواند و همچنین اضافه کرد که متاسف است که حکومت از نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی و جای فرستادن به جبهات جنگ و نبرد علیه دشمنان کشور بر علیه مردم ما این استفاده می کنند. و دولت مرکزی میگه که یک سوی تفاهم بود. سوی تفاهم نبود. شما بعدا چی را تماشا کنین، کنفرانس مطبوعاتی که امروز سرپرست وزارت داخله و سرپرست وزارت دفاع و والی بلخ کردن، اینجا بسیار حرفایی است که خود از اینا اعتراف میکنه که اینجا یک اشتباه صورت گرفت. اما چرا اشتباه را بیشتر نمیشکافن، بازی نمیسازن، برای مردم نمیگن که اشتباه در کجا بود؟ اونا امروز گفتن که یک سوی تفاهم بود، اما والی سابق بلخ معتقد است که ارک توطئه کرده تا امنیت مزار شریف مختل کنه و بر مردم بلخ حمله نظامی کرد. و حتی تنش ها از اینجا شروع شد بیندای گرامی که اشرف غنی دفعتن تصمیم گرفت که اکرم سامی فرمانده پلیس ولایت بلخ برکنار کنه و رقیب مبارزه قمندان امنیت بسازه. اما آقای نور با این تقرری مخالفت کرد و گفت که بدون مشوره با اونا صورت گرفته و توافقنامه قبلی را اشرف غنی زیر پا گذاشت. در این رابطه ما دیروز صحبت مفصل کردیم و نیاز نیست. و دیروز هم دیدیم که اطلاعیه که وزیر ملل متحد و سفیر امریکا داد همه در تضاد با دولت اشرف غنی بود، یعنی قسمان اینا اعتماد کردن. و خب بیندای گرامی، ملاقات هایی که امروز صورت گرفت بالاخره نتیجه همی شد که اینا یک بازنگری کنن در تقرار قمندان جدید و احتمال داره که قمندان برای یک هفته باشه، برای یک ماه باشه، برای چند روز باشه. حرفایی که امروز اینا در کنفرانس مطبوعاتی گفتن شاید مدت خدمت آقای مبارز کمتر از چیزی باشه که پیش بینی شده بود. و من امیدوار هستم که این تغییرات تاثیر بر برگزاری جشن نوروز در مزار شریف نداشته باشه. گرچه یقین کامل دارم که او شکوهی که سالهای قبل داشت امسال شاید نداشته باشه، مردم کمتر برن. اما یقین دارم که آقای مبارز قمندان جدید هم اونقدر موقع پیدا نکنه که در پنج روز خود با تمام جریانات و زد و بندهای نظامی و سیاسی و قومی و اونهایی که در مزار شریف از خود آشنا بسازه و آماده تامین امنیت کامل مثل سالهای گذشته در مزار شریف باشه. و شاید هم غنی قصدن همین کار کرد تا بتانه ضربه ای که هم برای آقای نور بزنه که اینا چون در کنفرانس مسکو رفتن و در اونجا شرکت کردن و اینا در یک توافق رسیدن با طالب ها و در جانب دیگر در تیم مخالف انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفتن، به این شکل خواست که
کمی از توانمندی های از اینا را مثلا در تجدید از روز نوروز کم کنن و تا نتانن که این تیم در روز نوروز که واقعا میلیون ها هم وطن ما را از طریق تلویزیون ها میبینه اینا یک نمایش قدرت بدن. به هر حال ما امیدوار هستیم که این تنش ها کمتر شوه و از بین بره و همونطور که امروز وزیر داخل و دفاع گفتن خدا کنه که تغییرات برای تامین هرچه بیشتر امنیت باشه و در اینجا رنگ و بوی سیاسی نداشته باشه. ولی با این حالتش من 100% مخالف تعیین قمندان جدید مثلا در 5 روز باقی مانده این نوروز هستم. مثلا به حالت شرافتمندانی میتونستن که یه آره بعد از برگزاری نوروز بیارن و عامل نشن برای برهم زدن امنیت و آمادگی هایی که برای نوروز گرفتن. خب صفحات اجتماعی هم عرفای زیادی از هموطنان ما داشت، بیشتری از این نوشته‌ها را ما خواندیم. بعضی ها واقعا دلسوزانه به خاطر وطن نوشته کرده بودن، بعضی ها واقعا دردهای وطن انعکاس داده بودن، بسیاری یعنی هر دو طرف هچی جانب برف و هچی رئیس جمهور به خویشتنداری دعوت کرده بودن و کسانی باز هم ادعا کرده بودن که یک والی چرا بغاوت کنه در مقابل رئیس جمهور. مردم های عادی اگر حرف زدن بیندای گرامی خب مشخص است که معلومات کافی ندارن، اونا همون یک فرمولیتی یک مسئله را طرح میکنن و به اصطلاح عمق مسئله را در نظر نمیگیرن. اما ما دیروز بعد از اینکه برنامه را نشر کردم سر زدم به صفحه وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان، شاعر سرود ملی کشور ما آقای باری جهانی. مطلبی را در صفحهش خواندم بیندای گرامی که تصور نمیکردم فردی که خود دانشمند میگیره حرف از فرهنگ و ادب میزنه و شعر هم میسرایه اینقدر غرق تعصب باشه که سطح نوشتش مطلقا بیندای گرامی به یک فرد بیسواد میمانه. بریم به صفحه باری جهانی این مطلب شعر که در رابطه به جیرانات برق نوشته مطالعه کنیم. بیهی به یک شکل بازاری است که یک فرد که نه سابقه وزارت داشته باشه و دانشمندی و حدی بودن اینا را دارد، مثل که یک آدم بازاری که در کوچه و بازار حرف میزنه اما تو همین نشته باری جهانی هست. یعنی من خودم تعجب کردم که شوی افرادی که حرف از دانش میزنن، حرف از فرهنگ میزنن، از علم میزنن، از وطن میزنن، اما چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن. نشته باری جهانی در مورد حادثه دیروز مزار شریف از بیندای گرامی که آقای باری این نوشتن مطلب خود نتونسته که اما عقده های قومی و زبانی و فاشیستی خود پنهان کنه. بر حالا اما هرچی که میاندیشیده در فکر خود همون را بیرون رانده که به شکل اما چهره واقعی خود که یک شخص قوم پرست است، نه یک شخص لیبیلی اندیش، یک شخص است که فقط به زبان و به قوم و به منطقه خود میاندیشه، نه به قوم بزرگ افغانستان، همون را کاملا برملا ساخته. و کسانی که هم فکر و هم اندیشه فاشیستی هستند اون را تشویق کردن و تعداد کثیری از هموطنان ما تأسف به حال باری جهانی خوردن و نوشتن که تو را ما من حیث یک دانشمند و شاعر ملی تصور میکردیم ولی نمیدانستیم که تا این حد در دنیای تعصب و عقده اسیر هستی. و این مرض بار دیگه حتی بیندای گرامی در همین تورنتوی ما باز سرایت کرد. البته این مرض در زمان سفارت خانم بیماری به نام شنکای کروخیل خوب بازار پیدا کرده بود، اما همی استادگی تلویزیون جهانی امید 24 و انتقاداتی که ما بالای شرکای کروخیل و سفیر موازیش و وابسته هاش کردیم بالاخره فضل خدا پای منحوس از وزی شار بیرون شد و او سر و صداهای اثر خوابید و هم فکران و هم
نظرش یک کمی سکوت کردن و ظاهرا در بعض مجالس اینا خود افراد ملی و مردمای به اصطلاح شهری و مردمای متمدن معرفی کردن و خاموش بودن. اما اینا هم نتانستن که از رهبر متعصب خود باری جهانی به دور بمانن و با او هم صدا شدن. که واقعا تأسف میخورم با حال باری جهانی، تأسف میخورم با حال چند تن از هموطنان ما هستورند تو که در این سفر ضد ملی و ضد انسانی باری جهانی همراه شدن، هم صدا شدن و همون عقده های بسیار چرکین درونی خود اینا برون راندن. اما جان مطلب کجاست بینده ایرانی؟ خب یک قسم افراد هیچ وقت به اصطلاح اصلاح نمیشن و مرض دارن مانند دانه سرطان که قابل تداوی نمی باشن که به هر حالتشان. اما مشکل اصلی باری جهانی و همفکرهایش در تورنتو که هست و این صفات به متصبین در تورنتو بخونید، اینا آقای عطا محمد نور هم به خاطر عملکرد دیروزش ظاهرا نکوبیدن و بسیاری از اینا اصفاد عطا باری جهانی اساسا انکار میکنه توافق را که بین آقای نور و اشرف غنی امضا شده. اون اساسا اینا ملاق قرار نمیدن که امتی توافق اینجا صورت گرفته. خب این که چه حرفایی میگن و آقای نور مکاری نداره و وکیل مدافع آقای نور هم نیست، چنانی که من دیروز نظریات خود بیان کردم در تکرارش اینجا لزوم نمیبینم. اما درد آقای باری جهانی و درد یک تعداد از وطنان ما که فاقن متعصب هستن ایست که چرا یک پشتون اصیل جدا از سابقش رفتن با تیم آقای نور اینا یک جا شده و او پشتون اصیل حریف ادمر است. واقعا تاسف هست بال شما آقای باری جانی، بال هم فکرانتان، مخصوصا کسایی که در تورنتو هستن. وقتا من کسی تو که حریف ادمر به خاطر قوم و زبان و منطقیش من محکوم نمی کنم وردتان خواهی نمی بگم. من فعالیت ها و عملکرد های ای خادیسته از زمانی که در ریاست خود بود و پاکستان اومد، از پاکستان رفت شامل کلیسا شد و دین و آیین و همه چیز، دین و آیین رو نداشت، یک آدم ملحد طرفدار لنین بود ولی باز هم رفت به کلیسا و از طریق کلیسای به جاهای رسید و بالاخره پس به افغانستان اومد و خیانت های گینا کردن در وزارت یاول کشاف دهات و در وزارت معرف و در وزارت داخله و و انجوی افغانستان ریسترکشن ترسفند. من به اساس این اسناد انی فتمه را یک خائن ملی حساب میکنم، با وجودی که فعلا این در تیم با آقای نور هستن. اما اینا این چیزها را در نظر نمیگیرن آقای باری جانی هم فکرانشان. اینا میگن که چرا یک پشتون ما رفت با عطای نور یک جا شد و دست خود یکی کرد. آقای باری جانی، حنیف اتمر اگر امروز خائن است از دید شما، دیروز خائن نبود، تا چند ماه پیش خائن نبود، عمر زاخلوال از دید شما تا چند ماه پیش خائن نبود، ولی ما همیش اونا رو محکوم کردیم. چطور شد وجدانتان احکمه که بیدار بسازن آقای باری جانی و هم فکرانشان؟ چطور شد که امروز شما هیچ کار به سابقه از اینا ندارین، به خیانتهایشان ندارین، به دزدیهایشان ندارین، به تمام زد و بندهای سیاسیشان که ضد منافع ملی ما بود نکردین، یک روز هم انتقاد نکردین، اما امروز اینا رو صرف به خاطر از اینکه رفتن با چند تا غیر پشتون یک جا شده شما اینا رو محکوم میکنیم؟ بعد از شما چی خطاب کنیم آقای باری جانی؟ بسیار مشکل است که شما را تا هموطن و حتی انسان خطاب کنیم وقتی که شما با دنیای تجربه و دانش و فهم چنین بیخیرادانه می اندیشین و قوم پرست هستین و فقط قوم را در افغانستان می خواهیم، بسیار مشکل است که شما را تا انسان خطاب کنیم و حاضر هستم با شما در یک میز متورم قرار بگیرم و ثابت بسازم که واقعا تأسف از به حال شما که چطور تا وزارت اطلاعات و فرهنگ با این بی فرهنگیتان رسیدین و
و این بیفرهنگ هایی که در تورنتو هم هستن چطور تاسف از بالیشان که چه قسم با شما یک جا هستن. جریانات کشور اگر ما واقعا به وطن می اندیشیم، اگر ما واقعا به خاطر ختم بحران می اندیشیم، اگر ما واقعا می خواهیم که مردم ما از مصیبت و فلاکت نجات پیدا کنه، ضرور نیست که ما به خاطر برتری طلبی قومی فعالیت کنیم. این انسانی بیاندیشیم، راه و جاده انسانیت انتخاب کنیم. این ضرور نیست که ما جاده افغانیت و تاجیکیزم و پشتونیزم و ازبکیزم و آذربایجانیزم انتخاب کنیم. این راه ما را به ترکستان میبره. این راه های نجات وطن ما از مصیبت و بدبختی نیست، های باریجانی. و یقین داشته باشین شما نه اکثریت هستین در افغانستان و نه برتری دارین. ما نه دیگه هموطنان با در این سرزمین سالها کنار هم زیست کردیم. ولی شما با وقاحت با بیشرمی چنان نشته دیروز کردین که لعن و نفرین هزارها هموطن ما نثارتان شد. سعی کنین به وجدانتان مراجعه کنین، سعی کنین به خاطر مردم ما بهندشین. هیچ قوم پرستی به خدا به شما رو به جایی ببره جز اینکه ایرمت پارچه پارچه و تکه تکه شده میره وطن. و باز درد شما چی؟ شما نشته میکنم من ایسی یک مهاجر نشته میکنم. شما درد وطن ندارین، شما زهر پاشی میکنین و زهری که با وطن سرک میکنه. و شما مانند انتحاری ها ازار هم وطن دیگه ما شما با کشتن و اینا میتین که اینا مرض تعصبتان شما انتقال میتین به مردمی که هفته پیشتر ما گزارش نشر کردیم از اموی نوان که مردم حادی ما میگه که به نیاز خدا ما هیچ مشکلی نداریم، چهار تا معاملگر و چهار تا خائن مثل باریجانی و بعضی دیگر هاست که به جان ما افتادن به نام پشتون و به نام تاجیک و ازبک هزاره. از یک طرف شما به افغانستان می اندیشین، از یک طرف با شما می این فقط در قوم اقدر غرق هستین که خدا لعنتتان کنه.